سرزمینی که قرنها محل سکونت خود و آبا و اجدادمان بوده و رفتن به سرزمینی ناشناخته که هیچ پیوندی با آن سرزمین نداریم، گرچه امری ساده نیست، اما در عین حال بسیار تأثیرگذار و تمدن ساز است. کوچ کردن از همه این تعلقات را هجرت می گویند. مهاجر قالب‌ها و قیدها را در هم شکسته، تغییر را از خود آغاز نموده و منشأ تغییر و تحول در بنیان‌های اجتماعی می‌گردد. اسم من نبیل موروچو موندوی، تو اکوادور متولد شدم، الان 37 سالمه. از سال 2013 من تو چیلی هستم، اومدم مهاجرت. ما الان تو مشغل اسکار آمریکای جنوبی هستیم. من اینجا الان یک سال و نیم هست که خدمت میکنم. واقعا برای من یه تجربه خیلی قشنگ و به خصوص نزدیک قلبمه، چون که به یاد پدر بزرگام میافتم و به یاد تمام دوستای ایرانی، باهایان ایرانی که مهاجرت کردن به آمریکای لاتینی و اینقدر تلاش کردن یه فرهنگ جدید، یه دنیای جدید براشون، که اینقدر فرق میکرد از ایران، واقعا خیلی سخت حتما براشون بود. واقعا خیلی تشکر میکنم مثلا از پدر با بزرگ، از شما که خدا رو شکر با نمونه شما ما امروز اینجا هم به پست مهاجرت خودمون هستیم. خب ما میدونم، خوشحال شدم، خیلی دوستت دارم. مرم هم خیلی خوشحال شدم از دیدن. چاو مرم، چاو. مادرم ایرانیه، اسمش صدیقه موندوی هست و پدرم اکوادوری از کشور اکوادور، اسمش والتر موروچو. در سال 1975 باهایان ایران تشویق شدن که برن مهاجرت جاهای مختلف دنیا و اونجا برن خدمت کنن. بعد اون موقع پدر بزرگم بهم گفت که خیلی آرزو داشتن که این ماموریت برای خودشون، برای خود فامیلشون رو پیدا کنن و داشته باشن. اولا میخواستن برن یونان، نشد. بعد از که نتونستن برن یونان، توی خب مشورت کردن، گفتم بریم مهاجرت داخل ایران. بعد از خرمشهر رفتن به اطراف شهر شیراز. بعد اونجا پدر بزرگم مخصوصا خیلی علاقمند بود که مثلا خونه شو باز کنه و همه رو خوش آمد کنه برای جلسه ها، صحبت ها، ولی مخصوصا جوانان. مثلا جوانان می اومدن که صحبت کنن در مورد مثلا چجوری میتونن خدمت کنن توی محله هایی که زندگی میکنن، مثلا چجوری میتونن همکاری بکنن با کودک ها، با بچه ها، مثلا چجوری اخلاق خودشون رو بتونستن بهتر کنن. بعدش سال فکر میکنم 77، آخرای سال 1977 فرصت مهاجرت خارج از ایران اومد. رفتن تمام فامیل، حالا فکرش کنید، یه مرد 50 چند سال، تو زمانی که اصولا مردم در این سن سال دارن آماده میشن برای بازنشستگی، رفتن اولا انگلیس، نه شماره شمال شهر لندن، اونجا همون فعالیت هایی که تو شیراز میکردن تو ایران میکردن هم رفتن اونجا اینو حمایت کنن. خب انگلیسی که اون موقع بلد بودن ولی نه زیاد، نه اصلا از هوای قشنگ شیراز رفتن به اون سرمای شمال. اصلا برای من همیشه وقتی که این داستان رو برای من تعریف میکرد، واقعا خیلی شجاعت پدر بزرگم، خیلی شجاعت مادر بزرگم، شجاعت خود دایام خانم. حالا بعد میخوام تعریف کنم چه اتفاقی افتاد روز اول که رسیدن به لندن. ما
یه کیف کوچولو پدر بزرگم داشت اون موقع، مثلا پولش بود، تراول چکش، اون زمان تراول چک استفاده میکردن اونجا داشتن. بعد که رسیدن لندن رفتن یه هتل، بعد تمام گذرنامه‌ها، تمام کاغذای دبیرستان ایران از مامانم و خالام دایام اونجا در این کیف بود. رسیدن لندن مثلا گذاشتن توی هتل، بعد گفتم بریم یه قدم بزنیم بریم شهر رو ببینیم. موقعی که برمیگردن میبینن که یه کسی رفت و این کیف دیگه ازشون دزدیدن. حالا میتونم با لبخند اینو بگم، ولی وقتی مثلا بار اول که اینو شنیدم، مثلا من بچه بودم، مثلا من میدیدم چجوری درد و واقعا یه نمونه فداکاری پدر بزرگم، مادر بزرگم، مادرم اون موقع بود. چون که تو یک کشور خارجی که زیاد زبون خوب رو بلد ندونستن اون موقع، همینطوری مثلا مونده بودن، مثلا با چیزهایی که تو جیبشون بود با این میتونستن غذا بخرن. این امتحان روز اول مهاجرتشون بود. پدر بزرگم رفته یه کنفرانس مهاجرین ایرانی تو لندن، بعد اونجا برای بار اول یه کسی معرفیش کرد با کشور اکوادور. خب درست تو ایران میدونستن در مورد آمریکای جنوبی، برزیل، پرو، آرژانتین، کشورهای بزرگ، نه؟ ولی اکوادور که اصلا تو عمرشون نشنیده بودن. اتفاقا مامانم همیشه میگه با شوخی که مجبور شدن برن یه اطلس بخرن پیدا کنن کجا اکوادوره. بعد همینطوری که اکوادور شنیدن، بهش گفتن نه آقای مندوی اونجا خیلی نیاز خدمت هست. و خب آخرش تصمیم گرفت به خودش بره اکوادور بشناسه ببینه این اکوادور چی چیه. رفت جنوب اکوادور، آشنا شد با باهایان اونجا، بعد نشونش دادن شهر، بهش گفتم ببینین فرصت ها هست، اینجا جای خوبیه برای زندگی کردن. خب درسته فرهنگ خیلی فرق میکنه با ایران و زبان اسپانیایی که اصلا هیچ نسبتی نداره با زبان فارسی. البته ببخشید لهجه‌ام یه کمی چون که من فارسیم تو اکوادور یاد گرفتم از مادرم. بعدش خلاصه دیگه گفت اکوادور اکوادوره، ما اینجا میاییم. برگشت انگلیس، فامیل خانواده رو آماده کنه که برن اکوادور. حالا اینجا داستان مادرم شروع میشه. ششم دسامبر 1979 فامیل مندوی، خانواده مندوی به فرودگاه بین المللی کیتو پایتخت اکوادور نشست. مامانم گفت که مثلا پدر بزرگم به بچه ها، به دایام خالام گفت ببین بچه ها ما اومدیم خدمت، نه؟ ما اومدیم مهاجرت، خیلی دور از ایران هستیم و اصلا تعصب نباید داشته باشید. فرهنگ اینجا خیلی فرق میکنه با فرهنگ ما. حالا بهتون بگم ببین ناراحت نشی سدی، مثلا من توی خیابون مثلا آشغال میدادن و ادرار میکنن یا هرچی باشه میگن، باید خیلی احترام داشته باشون چون که ما اومدیم خدمت، ما مهاجریم، نه اومدیم اینجا بگیم این درسته اون درست نیست. مثلا ما بهتر از کسی نیستیم، ما اینجا می خدمت این ملت. دیگه رسیدن به شهر کوینکا. مامانم 24 سالشون بود. بعدش نه اینکه فامیل اصلا اسپانی بلد نبودن، از بابام که موقع معلم انگلیسی اسپانیایی بود خواهش کردن که بره به این خانواده مندوی اسپانیایی یاد بده، نه چون که انگلیسی بلد بودن. بعد دیگه اون موقع مامان بابام آشنا شدن، بعد از یک سال و نیم دو سال تصمیم گرفتن ازدواج کنن. بعد برادرم و من متولد شدیم در اون شهر کوینکا. ما مخصوصا من از طرف مامانم عشق ایران رو پیدا کردم از بچگیم، عشق فارسی، همه چیزی که مثلا برای من خونه ما یه قسمت ایران بود و تو شهرمون تنها ایرانی که مونده بود مامانم. مثلا بقیه ها خود پدر و مادر بزرگم رفتن یه شهر دیگه توی کودا، ولی مهاجرت مامانم مهاجرت موندنی بود، تا امروز اونجا هم هستن.
میخواستم یه پست مهاجرت، یه جای مهاجرت برای خودم پیدا کنم. بعد خدا رو شکر راه ها باز شدن، اومدم چیلی همونطوری که تعریف کردم سال 2013 و جای خودم رو اینجا پیدا کردم، دور از اکوادور، دور از ایران، ولی با یه نسبت با ایران. هر وقت که من در چیلی نه که الان هستم، میرم داخل مشرق الاذکار، میشینم مناجات میخونم، اون یه فرش ایرانی، یه فرش تبریزی اون جلوس، اون فرشو که من میبینم یاد ایران میکنم. من که ایران نبودم تو عمرم، ولی برای من اون فرش یه قسمت ایران داخل یه مرکز معنوی آمریکای جنوبی. این خیلی پرمعنیه. هر وقتی من میرم تو مشرق الاذکار به یاد پدر بزرگام میکنم، واقعا فداکاریشون، شجاعتشون به فکرم میاد. من میگم خب درسته من توی پست مهاجرتم اینجا مشکلات دارم، نه؟ هر مهاجر مشکل و امتحان خودشو داره، ولی من میگم خدایا یه آدم 50 چند سال، 60 چند سال، اون موقعی که داره آماده میشه برای بازنشستگی، بلند شد، کشورشو، فرهنگشو ترک کرد، رفت خدمت کنه یه جای دیگه دنیا، زبون بلد نبودن، فرهنگ بلد نبودن. خب میگم خب حالا برای من که زبونو بلدم، فرهنگو بلدم، دیگه خودم باید خیلی هم بیشتر سعی کنم، تلاش کنم. ساختمان مشرق الاذکار دو تا معنی داره. یکیش که یک جای برای ستایش به خداوند، هر انسانی هر دینی داشته باشه اینجا خوش آمده. حالا فکرش کنیم چی کار کنیم با این الهام که پیدا میشه از ستایش به خداوند. اون ستایش باید به عمل منتهی بشه. پس معنی دوم مشرق الاذکار این که تمام الهام ما باید برای خدمت، برای کار رشد عالم انسانی. به همین دلیل مشرق الاذکار این دوتا معنی خیلی ساده ولی خیلی عمیق داره و الان مشرق الاذکار شده یه مرکز معنوی برای کل آمریکای جنوبی. سال 1850 حضرت باب شهید کردند. میخواستن اون نور جدید که برای عالم انسانی اومد میخواستن خاموش کنن. و حالا نگاه کنید، یه فرش تبریز هزاران کیلومتر دور از ایران تو آمریکای لاتینی هست و در یه مرکز معنوی که از تعلیمات حضرت بهاءالله به وجود اومد. من نمیتونم اصلا اینو فکر نکنم، اصلا اینو حس نکنم. نه. یکی از مشکلاتی که من پیدا کردم وقتی شروع کردم خدمت کردن توی مشرق الاذکار، مخصوصا این که یه مسئولیتی به من داده شده بود که زیاد بلد نبودم. مثلا من بلد نبودم چجوری مثلا پمپ کار میکنه، مثلا چجوری سیستم الکتریکی کار میکنه. ولی من همیشه یادمه پدر بزرگم میگفت امید تو از دست نده، خداوند راه رو روشن میکنه. ولی واقعا مثلا من هر روز اینو میبینم اینجا، مثلا راه رو گم کردم، میرم مناجات میخونم توی مشرق الاذکار، زود جوابش میاد. یه کسی میاد یه چیزی به من میگه، یه کسی میاد ازم سوال میکنه، میرم تو گوگل یه چیزی پیدا کنم، در میاد، پیدا میشه. واقعا دیدم چجوری اطمینان به کمک خداوند قوی تر شد. مارتا روت یه خانم آمریکایی بودن که در سال 1919 از آمریکا اومدن به آمریکای جنوبی، نه از آمریکای شمالی به آمریکای جنوبی، چون که خود حضرت عبدالبها او رو فرستاده. حالا نگاه کنی که پیام یه پیامبر ایرانی برای اتحاد عالم انسانی، برای صلح دنیا به آمریکای جنوبی بیاره. چیزی که به دلم میشینه این که خانم مارتا روت مریض بودن، سرطان داشتن،
اون موقع هواپیما این چیزا نبود نه، و نمیدونم چند هفته طول کشید که از اون کوه بیاد به این طرف چیلی. مریض، تب داشتن، مثلا سرما بود. بعدش که اومده چیلی برای اولین بار اسم دیانت باهایی آورد و اولین باهایی این کشور چیلی یه نوجوان 12 ساله بود نه. خب گفتم که مارتا روت از اون پشت داشت می اومد نه، از اون بالای اومده پایین نه، تمام اون کوها که واقعا خیلی سخته بودنش اون طرفا، بعد اومد پایین که به خود شهر سنتیاگو اومد، یه کمی استراحت کردن. و واقعا وقتی که من فکر میکنم در مورد نمونه مارتا روت، اولین کلمه که من میاد شجاعت. مثلا چطور یه زن در اون زمان این شجاعت رو پیدا کرد نه؟ این آتیش تو دلش روشن شد که اومد و تمام این فداکاری کرد. مارتا رود همه چیزی خیلی جالبی کرد در عمرشون. رفتن ایران بودن، حضور داشتن تون جایی که من میدونم قزوین، مخصوصا چون که میخواستن برن منزلی که طاهر قرة العین به دنیا اومدن زندگی کردن، چون که خیلی نمونه حضرت طاهر قرة العین تو قلب مارتا رود بود نه، و من فکر میکنم که اون الهام و اون عشق برای خدمتی که خود قرة العین داشتن هم رفت تو قلب مارتا رود و از اون قلب مارتا رود به آمریکای جنوبی اومد. نمیشه اصلا این نسبتی با ایران قطع کرد. من همیشه فکر میکردم پدر بزرگم، مادرم، حتی خودم، خوبه که اینو هم بگم، فکر میکنم ما هر کدوم یه قطره ایم واقعا، و اگه قطره ای هستیم که آرزو داریم خودمون رو گم کنیم توی دریای خدمت، مخصوصا الان که دنیا، کل دنیا خیلی چالش جلوش داره، ولی خیلی آسونه امید از دست بدیم. وقتی که انسان خودشو به خدمت مشغول میکنه، اون موقع یه قدرتی میاد به روحش، یه قدرتی میاد به مغزش، به فکراش، که مثلا کارو ترک نکنه، همیشه به فکر خوب بودن دیگرها باشه، چجوری با دیگرها حرف بزنم، چجوری با دیگرها بپرسم حالشون چطوره، چیزی لازم دارن. چون که وقتی که انسان به فکر خدمت دیگراست، اون موقع امنیت برای خودش پیدا میشه، به وجود میاد. این یه تاریخچه تصویری خدمات مهاجرین در آمریکای جنوبی. اینجا نشون میدن دوستان بومی بولیوی دارن کتاب میخونن. ایشون خانم لئونورا آرمسترونگ هستن. لئونورا آرمسترونگ اولین زن و اولین باهایی که اومده زندگی کنه توی آمریکای جنوبی، رفتن برزیل و تا آخر عمرشون اونجا موندن. ایشون اومدن چون که خود حضرت عبدالبها رو فرستادن نه، که تمام تعالیم حضرت بهاءالله در مورد صلح و اتحاد برای مردم آمریکای جنوبی بیارن. یه چیزی که خیلی واقعا مخصوصیه که زن بودن، مثلا مجرد هم بودن، تنها اومدن، اصلا اسپانیایی پرتغالی هم بلد نبودن، ولی فقط اون عشق توی قلبشون بودن او رو اومد. خیلی هم دوست بودن با مارتا روت و نمونه مارتا روت هم دید و این الهام پیدا کرد که به اینجا اومد نه. تو این عکس‌ها واقعا چیزی که اولین میاد، شما می‌دید اینقدر زن هست نه، توی تاریخ دیانت باهایی در آمریکای جنوبی رول زنها خیلی مهم بود، تا امروز خیلی مهم بود، مثلا شما می‌بینی بیشترشون زنن و این نشون میده چقدر رول زن در این زمان اهمیت داره. چون که در تعالیم حضرت بهاءالله می‌فرمایند که زنان اولا برابر با مرد هستن و استدای مخصوصی دارن برای ساختن رشد تمدن، رشد روش صلح دنیا نه. و من واقعا خیلی خوشحالم که تو آمریکای جنوبی واقعا این رول زن خیلی خیلی پیداست نه، از روزهای اول تا امروز. من
اسم من سیسیلیا کوریوینکا سالوادور هست. من از مردم بومی ماپوچه هستم و بیش از 30 ساله که تونستم از نعمت خدمت در مناطق مختلف برخوردار باشم. معبد شیلی از زمان شروع ساختش تحول بزرگی در تمام سانتیاگو به وجود آورد. یکی از چیزهای مهمی که این عبادتگاه بر من داره اینه که دین بهایی به مردم بومی اهمیت میده. در این شهر هر چیزی رو که برای مردم بومی ضروری هست رو نداریم، اما آیین بهایی بیش از همه تلاش کرده که زبان بومی رو حفظ کنه و به آداب و رسوم مردم بومی اهمیت میده. خب به عنوان یه ماپوچه مایلم از نعمتهای بیپایانی که تونستم در اختیار داشته باشم و یادگیری‌هایی که کسب کردم تشکر کنم. همچنین از همه دوستان پیشکسوت ایرانی که به اینجا اومدن و عشق خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن و فداکاری کردن تشکر میکنم. من فکر میکنم بدون اونها نمیتونستیم این ایمان رو در دلمون داشته باشیم. از همه کسایی که اومدن اینجا و در شیلی با ما بودن بسیار سپاسگزارم. اینهی کلیوکی تایت کنمه چاونه چن مده Comincin tani kona nien ka kom feien tu nien tani feipi tani feipi این عکس اینجا خیلی مخصوصیه برای من، چون که نشون میده آقای حبیب رضوانی، یکی از اولین مهاجرای ایرانی که اومده بود به کشور کولومبیا. اینجا آقای رضوانی با بچه‌های از مردم بومی وایو کولومبیاست و آقای رضوانی اولین نفری بود که رفت و یادشون داد بخونن و بنویسن. تا آخر عمرش این پدر مردمای وایو شده بود. اصلا خیلی عشق مردم رفت تو دلش و خودش تو دل مردم بود تا آخر عمرش. نه اصلا من که نصف ایرانی هستم میبینم این کارا، این فداکاری، این کار شجاعتی، یه نفری که کشورش رو ترک میکنه به خاطر عشق عالم انسانی و میره یه جا انقدر خدمت میکنه، واقعا یه چیز خیلی مخصوصیه. اینجا یه عکس خیلی ساده است، نشون میده یه دختر داره آب میریزه روی گل، ولی این نشون میده که چقدر روحیت خدمت داخل پیام باهایی هست، نه؟ و این روحیت خدمت که خب دیگه اینجا اومده به خاطر تمام تلاش ها و خدمات مهاجرا. پیروی تاریخ آقای رضوانی و رول زنان در آمریکای جنوبی، حالا میخوام یه کسی خیلی مخصوصی به شما معرفی کنم، دوستم زینب. کم استاس زینب؟ هلا کم استام موی بین تودو بین بین تودو که بوین موی بین موی بین گراسیاس. پدر زینب آقای رضوانی رو شناخته بود توی کولومبیا و از آقای رضوانی تعلیمات حضرت بهاءالله رو پیدا کرد و امروز نگاه کن دختر ایشون اینجا هستن، دارن خدمت میکنن توی چیلی. خیلی دوره کولومبیا از چیلی، خیلی دوره، مثلا نگاه کنید کشورش هم ترک کرد. و این روح خدمت، این روح مهاجرت، من حس میکنم که از خود آقای رضوانی به پدر ایشون اومد و حالا به ایشون هم هست اینجا. برای من مهاجرت یعنی شجاعت، فداکاری و توکل به خدا.